سو okay. so, خدا رو شکر برای این سرود آخری که ما خوندیم هیچ کس نیست که میتونه جلوی خداوند ما جلوی این پادشاه پادشاه بتونه بیسته و هر قولی داده هر پیش، پیشگویی که کرده هر وعده‌ای داده خدا خود عیسی مسیح انجام خواهد داد و ما در یک زمانی هم هستیم می‌دونیم که یواش یواش وعده‌هایی که خداوند داده الان به زودی خواهیم دید و ما هم در یک قرنی زندگی می کنیم که من مطمئن هستم آمدن عیسی مسیح یا روبوده کلیسا رو ما خواهیم دید امیدوار هستم نه فقط دید بلکه بیشتر شرکت کرد یه بدبختی بزرگ زمانه یه نگاه میکنیم کلیسا روبوده میشه و من اینجا باقی میمونم فقط یک چیزی میخواستم اول با شما اعلام کنم و این در مزموره 24 نمیت میخوام با هم بیستیم و اینو با هم اعلام کنیم اگه بحار اینو بیاره زو. و اینو میخوام همه با هم اعلام کنیم یا این دعایی که یا این مزوری که اینجا نوشته شده ای دروازه ها با هم, با همینطور هم با هم شروع کنیم یا ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود ای پادشاه جلال کیست خداوند قدیر و جبار خداوندی که در جنگ جبار است ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید ای درهای ابدی برافراستی. تا پادشاه جلال داخل شود این پادشاه جلال کیست یهوه سبایات پادشاه جلال اوس هللویا <applause> خداوند هللویا <applause> خداوند شکرت میکنیم خداوند مرسی برای این اعلامی که کردیم خداوند و باورم میکنیم خداوند الان دومین شمی بود که ما اینجا روشن کردیم ما در این حالی هستیم که خودمون رو آماده می کنیم تو آدونت همینطور که هفته گذشته نسینم موزه کرد و الان هم یک هفته دیگه هم همینطور در مورد بازگشت یعنی بیشتر در مورد آماده, آماده کردن زندگی خودمون برای این دومین آمدن عیسی مسیح ظهور شدن و روبوده شدن کلیساست و به این خاطر ما باید اول باور کنیم که در دوم دو دوم که باب دو آیه 8 که در مورد روبوده شدن کلیسا صحبت میکنه و بعضی هستن که شاید این آیه را آیا رو میخونیم و نمیتونیم تصور کنیم روبوده چطور میشه چطور عیسی مسیح میاد ما یک به کم و پیش شاید باور کنیم فقط اینطوری که باید واقعا سفت نگه داریم واقعا عیسی مسیح خواهد آمد و الانم من در یک زمانی زندگی میکنم که ظهور او رو خواهم دید و همینطورم هم سعی میکنیم و همینطور زمانی که آدونت رو جشن میگیریم اینیم اینم که ما خودمون رو باید آماده کنیم هفته گذشته نسین خیلی عالی در مورد دعا کردن در مورد روزه صحبت کرد که امروز هم این قسمت هایی وارد خواهیم شد و مطمئن هستم امروز روی القدس با تک تکش ما هم و ما و کسانیم که الان پشت تلویزیون هستن یا پشت آیفون یا آیپد هستن مطمئن هستم خدا با قلب ما شروع صحبت خواهد کرد مخصوصا هم که عشا هم داریم و تو این عشا مخصوصا دعا کردم خدا من این چیزایی کلامایی که صحبت میکنی و این هوشیاری که به ما خ... می‌خوای ببخشی احتیاج واقعا به قدرت تو داریم نه فقط زمانی که قول میدیم حرف میزنیم بلکه واقعا اینو دریافت کنیم چون واقعا ما احتیاج به روی القدس داریم به قدرت روح القدس داریم که او ما رو کمک کنه به این خاطر اولین سرودی که انتخاب کردم امروز تقریبا یک ساعت طول کشید که سرودها رو انتخاب کنم چون سرودهایی که ما انتخاب کنیم یعنی من انتخاب میکنم اینطوری نیست که الان هر کدوم سرود رو من دوست دارم ور دارم بلکه میبینم چه چه راهی هست که خداوند میخواد ما رو هدایت کنه چه را, با چه روشی میخواد خدا ما را هدایت کنه و زمانی که در مورد در مورد بازگشت عیسی مسیح صحبت می کنیم برای عیسی مسیح میخوام ظهور عیسی مسیح فرق خواهد کرد از این روبوده کردن کلام خدا میگه که اول کلیسا روبوده میشه عروس روبوده میشه بعد از اینکه بعد از الان تقریبا سه سال سه سال و نیم یا تعلیم های مختلف هستن عیسی مسیح با عروسش خواهد آمد اونجا ظهور خواهد شد و اونجا قدرت شیطان رو اونجا خواهد شکست و این به زبان یونانی میگن که افیفانیا افیفانیا یعنی ظهور عیسی مسیح در این دنیا ظاهرا خواهد آمد بعد قبل از ظهور عیسی مسیح کلیسا عروس هست که رو بوده میشه پیش دامادش و زمانی که در مورد آماده کردن فکر میکنیم ما خودمون باید آماده بکنیم و در مورد دعا در مورد روزه صحبت میکنیم احساس میکنم بعضی هستن که میگن که وای من باید الان که کارهایی بکنم باید, باید, چیزهای خودم انجام بدم مثل یه باری میاد روی زندگیمون یا چی باید الان انجام بدم و آخ تو باید جستجو روزه بگیرم و یه جوری خسته آخه چرا من باید این کار رو انجام بدم و برای بعضی افراد این باری هست و فقط خدا زمانی که در مورد این روزای آدونت فکر می کردم و که ما منتظر آمدن دومین آمدن عیسی مسیح هستن هستم فکر می کردم می خب الان یه دامادی هست که الان میاد و منم الان باور میکنم کنم شرطی که باور کنم که عروس هستم پس چه باری می تونه باشه چه زحمتی باید باشه معمولا باید این باعث خوشحالی باشه نه؟ نمیدم الان کسانی که اینجا ازدواج کردن زمانی که تصمیم گرفتین و گفتین که ما میخوایم الان یه عهدی با هم ببندیم و یک ترمینی عروسی گذاشتیم مثلا بعد از شیش ماه بر حال اونجا بار نبود برایش می الان وای چه باید بکنم برای این فکر رو بکنم باید برم این پول پولو خرج کنم برای لباس رو باید خسته شدم هیچ موقع اینطوری فکر نمی کنیم. ما خوشحال هستیم میگیم که هاللویا مثلا الان در ماه فبریا یا در مورد مرس اونجا عروسی منه پس با خوشحالی نگاه میکنیم به آینده تو درسته یا نه و یک باری نیست که من باید الان چیزا رو در زندگی من آماده کنم من باید روزه بگیرم من باید دعا کنم من باید توبه کنم بازگشت کنم بلکه یک کسی که این میگم این مکاشفه رو گرفته که من عروس عیسی مسیح هستم و اون داماد میاد پس من میتونم بگم ما شادی میتونم بگم افتخار بزرگی است الان شاید زمانهایی بود که یکم از خدا دور شدم زمانهایی بود که شاید مشغول دنیا بودم زمانهایی بود که حتی تو وابستگی ها قرار گرفتم الان یک زمانی هست که صدای شیپور رو میشنم صدای تپش قلب عیسی مسیح میشنم که الان میاد پس با شادی میتونم خودم رو آماده کنم پس چه کاری باید الان انجام چه قدمهایی باید انجام بدم من میخوام این ذهن رو از ما داشته باشیم وانه کلیسای های مگا کسانیم که از کلیسای مختلف هم هستن که بدونیم یک این آماده کردن باید در ما شادی به وجود بیاره یعنی انتظار باید داشته باشیم که الان ایسای مسیح میاد من پس باید در این قسمت روی خودم رو کار کنم زمانی که من با نسرین با هم ازدواج کردیم یعنی قبل از ازدواج کردنمون اه سه روز بود که رفته بودیم سالیم یک محوطی است که مال مسیح است کسانی که نمیشناسن سه روز رفتیم کنار کشیدیم روزه روزه و دعا که خدا من ما آمدیم به حضور تو با روزه و دعا چون واقعا برای ما مهمه که تو به ما برکت بدی اگر نه زندگی زن و ما به درد نمیخوره اگر تو مرکز زندگی ما نباشی و این روزه و دعا رمانی که کنار, بکشی، کنار کشیدیم نه برای با درد و ناله و اونطوری چیز بود گفتیم این لازم هست من بدون برکت خدا نمیتونم به اون خوشبختی برسم و زمانی که ما زندگی میکنیم الان در این دنیا زندگی میکنیم زندگی زن و شویی انجام میدیم به هر حال به وجود میاد طوفانایی به وجود میاد سختیهایی به وجود میاد و زمانی که خودمون رو اول سپردی میگه خدا من بدون تو زندگی خوشبختی نخواهیم شد داشت به این خاطر محتاج تو هستیم بیا و ما رو هدایت کن و این به حال یادت هست نه رفتیم پیاده روی می کردیم دعا می کردیم سه روز اونجا در حضور خداوند بودیم و فروتن می کردیم میگه خداوند الان یه زمانی از اون, زمان به حال نامزد نبودیم فقط دیگه سنی گذاشته که نامزدی کنیم که فقط برای کسانی که جوان هستن خب نرماله که نامزدی میکنن بعد از شاید مثلا شیش ماه دیگه ازدواج میکنن و به این خاطر ما باید یک فکر مثبتی باید داشته باشیم عزیزان برای آماده برای آماده کردن زندگی خودمون خود پولس اونجا در دوم قرنتیان باب 11 آیه دو اونجا مینویسه من غیرت غیرتی خدای نسبت به شما دارم زیرا شما رو به یک شوهر یعنی مسیح نامزد ساخته تا هم همچون با پاکدان پاک پاک دامن به او تقدیم نمایم نه تقدیمتون کنم میکروفون بیشتر توست؟ میتونی بخونی دوباره؟ من غیرتی خدایی نسبت به شما دارم زیرا شما را به یک شوهر یعنی مسیح نامزد ساختم تا همچون باکره پاک دامن به او تقدیمتان کنم سو اینجا پولس انجیل رو پخش کرده و افراد نیمان آوردن به عیسی مسیح و تولد تازه رو به دست آوردن و الان پولس اینجا میگه که الان شما نامزد مسیح هستیم و میخوام شما رو آماده کنم برای اون عروسی که یک روز با عیسی مسیح در آسمون در ملکوت خدا اونجا خواهیم داشت و اینجا به ما هم الان در این زمانی زمان ای که ایمان آوردیم به عیسی مسیح تولد تازه رو به دست آوردیم نامزد مسیح هستیم بعد این عروسیه که ما اونجا منتظرش هستیم و میبینیم که توی مسئله هایی هست که عیسی مسیح در موردش در, در متا در لوقا جای مختلف اونجا صحبت میکنه در مورد جشن جشنی عروسی هست که یک پادشاه هست برای پسرش یک عروسی آماده این همه چی در مورد عروسی صحبت میکنه که ما رو آماده کنه برای اون روز یعنی زیباترین شک... ترین روزی هست که ما با خدا با عیسی مسیح اونجا یک بشیم و برال ما باید به این دید نگاه کنیم که که ما نامزد مسیح هستیم الان کار روح قدسه که ماموریت روح القدس که ما رو آماده کنه برای این عروسی روح القدس به ما داده نشده که فقط اونجا نیازهای خودمون رو از او بخ بطلبیم اینا چیزایی هست که خدا به ما میبخشه فقط روح القدس به ما داده شده و آمده و ماموریتش اینه که کلیسای خودش رو کلیسای عیسی مسیح رو آماده کنه برای اون زیباترین پخشکوه روز که یک روز با خدا با عیسی مسیح یک بشیم زمانی که در این قسمت ها فکر می کردم یاد استر می افتدم که در زمان پادشاه خشایاشاه بود و چطور استر آمد و ملکه شد در این قسمت من چیزایی بود که نوشته بودم فقط زبان فارسی همون اونقدر ضعیفه که نمیتونم درست توضیح بدم به این خاطر از نسیم خواهش کردم که این قسمت استر رو که بتونه اینجا کوتاه به شما توضیح بده خواهش میکنم نسیم میتونی بیا به من کمک کن ببینم در قسمت هایی نوشتم در استر باب دو از آیه دوازده از چارده که اینجا البته همین آیه ها رو گفته بود که اشاره کنم آیه چهار رو... بخوام با مقدمه شروع کنم که همتون تون یکم آگاهی ذهنی داریم بخاطر اینکه از زمین پادشاهی اومدیم البته اونایی که سنشون مثل من بالاست در اون زمان پادشاهان فارس این رسمو داشتن این عادت رو داشتن که دختران جوانی رو به همسری بر می داشتن، همسری موقت و اونا رو در یک ساختمانی دور از قصر نگهداری میکردن به نام هرمسرا و افرادی بودن خاجه سرایانی بودن که مختص نگهداری این همسران اونجا و گرده این حرمسرا بودن و این زنان زندگی خیلی کسل کننده و خسته کننده ای داشتن چون فقط اونجا زندگی میکردن تا روزی اگر پاتشا اونا رو احضار کنه در واقع زندگی اونا فقط برای گاه گوداری خوشنودی پاتشاه بود و میتونم بگم داستان مهیج، کتاب کوچیک استر که پر از حضور خداست از جایی شروع میشه که ملکه وشتی همسر اول خشایارشا به خاطر نااطاعتی از صحنه خارج میشه و پادشاه دستور میده دختران باکره و زیبایی رو به قصد دعوت کنن تاریخ میگه هزار تا هزار و چار ست دختر زیبا و باکره به قصر دعوت شدند و برای اینکه آماده بشن به حضور پادشاه برن شش ماه با عطریات خاصی اونا رو آماده میکردن که محتویات این عطر ام به اعتمال زیاد از همون روغن مست در خروج باب سی هست که یکیش روغن مره که سمبل فروتنیه و یکی دیگه محتویاتش مر چکیده است که سمبل مرگ یعنی خدمتگذاری فروتنانه و همینطور با اطریات خاص شش ماه روغن و شش ماه اطریات این زنان جوان آماده می شدن و هر جواهر زیبایی و هر لباس زیبایی بود هجایی که سمبل روح القدسه در اختیار اونا می زاشت. که اونا به هر به بهترین نحوی خودشون رو زیبا و آماده کنن و اونا این 1400 هزار هزار تا دختر در جای نگهداری می شدن و هر روز نزدیک های غروب هر کدومشون به کاخ پادشاه می رفتن و فردای اون روز این دختر به حرم سرا برده می شد و اونجا نگهداری می شد تا روزی که پادشاه اون رو احضار کنه و تنها دختری که مورد التفات پادشاه قرار گرفت به خاطر اون فروتنی اطاعتی که از حجای داشت که سمبل روح القدس که چطور خودش آماده کرد چطور خودش حتی برای اون لباسها مثل دختران دیگه حواسش به لباس و جواهرات و قصر و ستونهای های زیبای پادشاه نبود و که در کمال فروتنی و ایثار هر آنچه که به او داده میشد خودشو آماده میکرد و کلام خدا میگه از تمام دخترانی که به قصر وارد شده بودن استر مورد التفات پاتشا قرار کرد آمین <تصحنت> یه دست بزنیم <تصحنت> <تصحنت> من هیچ موقع نمیتونستم اینطوری توضیح بدم که نص اینجا توضیح داد امروز سمیتور چیز ازش پرسیدم خودش همه چی رو نوشت آمد اینجا به من داد و میخواستم گفتم نسین جان این دیوونه میش من اصلا نمیتونم خواهش میکنم تو بیا اینجا توضیح بده خیلی بهتر زیباتر توضیح میده و مثلا این سمینار یه سمیناری بود که سمینار خواهران بود که اونجا عروس آماده که خود نسین هم اونجا در این قسمت موعظه کرده و خیلی عالی خیلی جالبه که الان همینطور که توضیح داد نسین که در چه مح... مراحل هایی که بود که استر باید میگذروند و از این هزار تا هزار تا هزار پونسد تا زنایی که بودن دخترایی بودن خودش یکی از اونا نبود یه چیزی مخصوصی شد که آخر ملکه همون ایلام کشور ایلام شد یعنی فارس شد پس اینجا نگاه میکنیم که یک یک شخصی بود که اون مسئول مسئول بود که استر رو آماده کنه برای این عروسی یا بیشتر برای اول برای این پادشاه خشایاشا فقط با فروتنیش همینطور که نسین صحبت کرد توضیح داد با فروتنیش با رفتارش و این عطر این عطر معمولا عطر دنیایی بود فقط مال ما عطر خوشبو مسیح است یعنی شخصیت مسیح است که در ما قرار میگیره کار روح القدس اینه که در ما دخالت کنه این دردی نیست یا این, ز... این باری نیست بلکه من افتخار میکنم بگم که روح خدا به من داده شده اول در منه که همون سرودی خوندیم همینطور هم با منه که منو آماده کنه لکه های من رو نشون بده فکرای منفی من رو نشون بده چیزها رو نشون بده بعضی وقت مانند شوکه میشیم زمانی که نگاه میکنیم چقدر هنوز پر از میگم یا گناه هستیم چقدر هنوز نادرستی در ما هست یا دروغهایی در ما هست یه قسمتی درده و یه قسمتی هم هست که روح خداست که به من نشون میده که ما رو آماده کنه منو آماده کنه و خودش خود روح القدس کنار منه و خوشحاله که من اجازه میدم بهش دخالت کنه در زندگی من و بعضی وقت هست که روح القدس باید در قسمت هایی ما رو قرار بده که واقعا جایی که وابسته هستیم جایی که قلبمون بستیم به این دنیا خلاصی یابیم یعنی آزاد بشیم خودشه که ما رو آزاد میکنه من کاری نمیتونم انجام بدم این کار روی خداست و این محبت خداست که میخواد منو انجام بده پس اینجا احتیاج هست که من بتونم بگم این چرا این میکروفون الان برداشتم خودم رو آماده کنم روح قدس چقدر عالی تو در من هستی و با, با من هستی که منو آماده کنی به این خاطر من به تو اجازه میدم دخالت کنی در زندگی من اگر واقعا تو باور میکنی که تو عروس خدا هستی یا میگم که تو عروس آینده خدا هستی تو نامزد عیسی مسیح هستی پس افتخار کن افتخار کن که خداوند تو روح القدس به تو اجازه میدم امروزم در عشام مخصوصاً امروز هم دعا کردم که خداوند واقعا زمانی که بدن تو رو میخوریم به ما این قدرت رو بده دست تو روی تک تک ما بذار روی خدا قرار بگیره که بتونیم این این راه رو تا آخر بتونیم با هم بریم و سخت نباشه برای ما الان دعا کردن حضور خدا رو جستجو کردن و همینطور هم برای روزه گرفتن و خیلی جالبه که تو این کار رو نمی کنی این خدا رو جستجوی کردن روزه گرفتن دعا کردن توبه بازگشت کردن اینو رو که خدا به تو بیشتر محبت کنه بلکه تو اینو انجام میدی چون باور میکنی که باور میکنی و باور میکنی محبوب خدا هستی من این قدم ها رو ور نمیدارم که رضامندی خدا رو به دست بیارم من این کار رو انجام میدم چون میدونم محبوب او هستم او منتظر منه اوست که عاشقانه منتظر اینه که یک روز منو با خودش یک کنه به این خاطر این به من قدرت بیشتری میده بله بگم قدرت بیشتری میگه میده که بتونم بگم لبک خداوند من اینجا میستادم و خداوند همینطور میخوام ادامه بدم از حق خودم میگذارم و همینطورم فروتنی رو یا هرم و تواضع این رو جستجو میکنم سر رو جستجو میکنم توی کلیسا این کارو میکنم چون محبوب تو هستم چون واقعا نامزد تو هستم و فکرهایی که برای من داری فکرهای خوب و شگفت انگیزه من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق تو بر من است به این خاطر خداوند من قدس اجازه میدم دخالت کن منو آماده کن دیگه اینجا باید نیست پاستور گفته من باید دوباره این کار رو بکنم دوباره این کلیسا گفته که این کار رو باید بکنم این اگه اینطوری فکر میکنی هنوز مکاشفه رو نگرفتین یا میتونم بگم یا قلبتون اصلا کلا یه جای دیگه هست و اینطوری هم تبدیل نمیشیم تبدیل میشم زمانی که خودم رو میذارم توی تخت جرایی و میگم رول قدس بیا جرایی کن و بعضی وقت واقعا دردناکه فقط آخرش میبینیم که چقدر خدا تو رو زیباتر کرده چقدر این عطر معرفت مسیح در تو قرار گرفته خودت خوشت میاد و همینطور هم دیگران هم این چیزها رو میبینن زمانی هست که واقعا ما باید این تمام چربی های زندگی خودمون همینطوری زمانی که عروسی دو یعنی میخوایم عروسیمون شرکت کنیم میریم اینجا لباس میخریم لباس عروسی میخریم معمولا زنا هستن که میگن زو الان یه دیتی میکنم و این تمام چربی‌ها ها باید بره نمیدونم شروع میکنی در موردش فکر کردم مردها هم, هم اینطور که شکم بزرگی دارم میگن زو من میکنم یکم تمرین کنم یه نیم ساعت شش ماه بعد یکم خوش تر بشم و ما هم چربه های گناه روحانی هم در ما در زندگی ما وجود داره اینو یواش یواش باید از خودمون دور کنیم پاکتر بشیم تقریبا مثل یه بالونی که میخوای بری بالا دیگه بارها رو باید بندازی پایین که این بالو این بالون بتونه بره بالا به این خاطر اینجاست که این کار رو نه با درد و رنج بلکه با شادی میخوایم انجام بدیم در تسالونیکی باب 4 آیه 16 تا 18 خواهش میکنم نسیم بتونی بخونیم همون موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده می شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردند خواهم برخواست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود پس شما باید یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید کسانی هستند که باور میکنن به این دستشون بلند کنند باور میکنیم واقعا که همین که این پولس پیشگویی کرده گفته که این روش اینطوری انجام خواهد شد اول مردگان بعد از این ما با هم و در هوا میاییم اونجا اینجاست که تو هواست که عیسی مسیح عنوان داماد چیز توی یونانی آمدنش میگه که مثل پله هایی هست که خودش میاد پایین که عروس خودش رو اینجا برداره و به خودش ببره یا پس شما باید یکدیگر را با این کلمات چی کنید تشویق کنید همدیگر رو باید تشویق کنیم بگیم که عزیزان برادر خواهرا این منتظر ماست درد میکشیم ناراحت هستیم به هر جایی که ما قرار گرفتیم بهترین چیز منتظر ماست و یک روز به حال اینجا من رو بوده خواهم شد به این خاطر عزیزان ما احتیاج داریم زمان رو داشته باشیم که خودمون رو آماده کنیم بیتفاوت تفاوت نمیتونیم باشیم همون هفته گذشته هم که نسینم در مورد این روزه صحبت کرد روزه بعضی وقت احساس میکنی روزه و بار درد و اینطوری وای نباید بخورم غذا نباید بخورم فقط خدا دنبال این چیزا غذا نخوردنی نیست که الان غذا نخوری و الان اینجا درد و رنج بکشی همین هفته گذشته این آیه را که بود اشای نبی باب 58 مگر روزه ای که من می‌پسندم این نیست که بندهای شرارت را بگشایید و گره های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنید یا روزه خواهم درست متوجه میشیم روزه انتی این نیست که غذا نخوردنه باره من باید روزه بگیرم ما باید فکرمون یکم عوض کنیم همون قوم اسرائیل هم اون موقع هم شکایت میکردم میرفتن پیش نبی میگن که برو اونجا از خداوند بپرس آیا ما اینجا نوشته در زکریا با به هفته اینجا میگه که آیا تو میتونی آیا به روزه و سوگواری آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه؟ چنان که سالها این کار را کرده ایم گریه کنم و زهد فرزم یعنی یهودی ها یعنی این مردم حتی مومن می گفتن که الان ما باید این کار رو دوباره بکنیم باید دوباره رو روزه بگیریم دعا کنیم گریه کنیم زارزار گریه کنیم میایم پیش،, تو و الان خدا تو اینو میخوای بعد از این خدا اونجا صحبت میکنه و میگه که ببین این روزایی که میگیری کارا میکنی برای خودتون انجام میدی برای من انجام نمیدین چیزی نیست که الان من گفتم که باید غذا نخورین درد بکشین گریه کنی نه این چیزایی نیست این فکر من اینطوری نیست بعد از اینجا ادامه میده که و این از کارهایی که باید و این از کارهایی که باید بکنید با یکدیگر راست گویید و در دروازه های خود انصاف و داوری س... و داوری سلامتی را اجرا دارید و در دل خود برای یکدیگر بدی میاندیشید و قسم دروغ را دوست مدارید زیرا خداوند میگوید از همه این کارها نفرت دارم آمین روزه گرفتن برای با این فرق میکنه بعد از این خدا توضیح میده میگه زمانی که واقعا این قدم های هست که ورداریم زندگی خودمون رو درست کنیم با خودمون با خدا با دیگران درست کنیم اون موقع هست که روزه های, روزه های شما لذت خای در روزه های خودتون میتونی لذت خواهیم بر در باب هشت و کلام یهوه سبایود بر من نازل شده گفت یهوه سبایود چنین میگوید روزه ماه چهارم و روزه ماه پنجم و روزه ماه هفتم و روزه ماه دهم ده برای خاندان یهودا به شادمانی سرور و عیدهای خوش مبدل خواهد شد پس راستی و سلامتی را دوست بدارید آمین مثل این اینطوری به شما بگم عزیزان زمانی که ما زندگی شروع کنیم زندگی خودمون رو درست کنیم با خداوند این روزه ها درد و ناله نیست بلکه خدا در این روزه ها قدرت رو به ما, ما میبخشد ملاقات هایی تو در این روزه خواهیم داشت و این روزه باعث میشه که بیشتر و بیشتر چیزهایی از خداوند دریافت کنیم لذت هایی هست بعضی وقت سخته مثلا این کسانی هستن که دو سه روز چهار روز یه هفته روزه میگیرن سخته تقریبا مثل اینکه که باید اینجا رو شن راه بری فقط آخر میبینی که به یه چیزهایی یه چیزای به دست میاری که باعث میشه که زندگی تو فکرای تو اصلا کلا دگرگون بشه روزه میخوام درست متوجه بشیم روزه منظور اینه که وقت بذاریم به حضور خدا من بریم نه اینطوری اولین قسمت من غذا نمیخورم بلکه اولین قسمت خدا من من آمدم روح قدس تو منو هدایت کنی در این روزها منو آماده کنی از من یک عروسی بسازی هر چیزای گناهایی هست چربی های روحانی هست فکرهای منفی هست به من به تو اجازه میدم و این روزه نشانه فروتنیه همینطور که با نسرین سه روز ما رفتیم احتیاج نیست بریم اونجا میتونستیم تو هامبورگ هم بمونیم میتونیم اونجا با نه که میخوایم کلا کنار بکشیم میخوایم واقعا به حضور خداوند باشیم روزه بگیریم دعا کنیم که خداوند احتیاج به کمک تو داریم این روزه نشانه فروتنی تو توست که میگی خداوند نمیتونم بدون کمک تو و اونقدر این عروسی با تو مهمتره من چیزهایی که من اجازه دارم بخورم میگذارم کنار و میخوایم غذایی از آسمون بخورم از تو میخوام با تو ملاقات داشته باشم و اینجاست که خدا قلبهای ما رو میبینه فکرهای ما رو میبینه و کار رول قدسه که شروع کنی در این زمانها حال در ما کار کنه به این خاطر میخوام تشویق کنم زمانی که ما در مورد دعا و روزه صحبت میکنیم منظور اینه که آماده کردن خودت برای این عروسی با شادی و همینطور با میگم با امید بتونی این قدم ها رو ورداری دیگه اونجا نباید یعنی این روش ها از دهنمون باید بیرون بیاد من باید من باید من باید بلکه باید بگیم خدا من من میخوام من میخوام الان میگم برادر خاره اینجا هستن کسانی هستن که نمیخوام به من چه من میخوام و اجازه نمیدم کسی در زندگی من دخالت کنه یا هر توهینی میاد هر فشاری میاد هر چیزایی که در زندگی من میفته میگم خدا من تو اجازه دادی که منو بسازی چون من میدونم یه چیزی بزرگتری بهتری منتظر ماست یا و اینم خیلی ربط داره به خدمت ما چون شخصیت ما یا شخصیت روحانی ما تأثیر میذاری روی خدمت ما این هم میخوام درست متوجه بشی. یعنی خدمت کردن به خدا این نیست که خدا آخر بگه که من به تو یه جایزه میدم برای اینکه خدمت کرد من فکر میکنم تو همینطور مکاشفه اینجا میبینیم که مکاشفه که خداوند اینجا با کلیسای افسوس صحبت میکنه میگه من کارهای تو رو میبینم چه کارهایی کردی فقط تو این محبت نخستدین رو تو اونجا ترک کردی هر چقدر خدمت هر چقدر شخصیت ما عوض میشه تاثیر میذاره روی خدمت ما وفاداری حرفت قلبت با کلامت یکه با چه فروتنی خدمت میکنی چقدر مطیع هستی خدمت ها تو این خدمت ها خدا شروع میکنه همینطور هم تو رو تبدیل کردن بازسازی کردن و هر خدمتی هم میکنیم هر چقدر کوچیک هم باشه بتونیم بگیم که خداوند مهمه و هر چیزی هم هست خداوند میخوام واقعا با وفاداری انجام بدم چون در خدمت خدا به تو نگاه میکنه هر چقدر در خدمت اونجا غور و شکایت و اینطوری چیزایی باشه در تو در زندگی تو یا متیح نباشی غور بزنی و نمیدونم پشت حرف بزنی و سعی کنی فرار کنی هر حال خدا نش... نگاه میکنه ببینید که مشکل به شخصیتت داری این شخصیتت باید عوض بشه هر چقدر شخصیتت عوض بشه و هر چقدر خدا رو جستجو میکنی و اجازه میدی روح القدس در تا کار،, کار،, کار بکنه بینی خدمتت رو مس مسمر ثمر میشه تاثیر میذاره روی خدمتت و در هر خدمتی که هم انجام میدی واقعا مثل یک الگویی مثل یک نمونه ای میشه آمین باور میکنین دیروز با نصی یه فیلم دیدی بودیم خیلی جالب بود یه فیلمی که واقعیتی بود که اتفاق افتاده بود یک زنی بود اسکیت باز بود سال 1972 بود و خیلی عالی خیلی یعنی تقریبا قهرمان چیز بود قهرمان دنیا بود و یعنی به قهرمان چیز بود المپیک هم نه نه تو چیز بود تو آمریکا بود و بعد از این میخواستن برای المپیک آماده کنن و زن این زنی هم واقعا فوق العاده از بچگی هر روز هشت ساعت اونجا کار میکرد تمرین میکرد و هر دفعه هم که اونجا چیز میکرد میرخصید اونجا پوینت های کمی یک کم کمتر بهشون میدادن و با نسیل هم اینجا نگاه میکردیم این و خودشم عصبانی بود از طریق شخصیت هم گذشته خوبی نداشته مادرش خیلی خیلی فشار میذاشته اصلا فکر مادرش فقط این بود از او یک قهرمانی بسازه و خیلی بعضی وقت بد رفتار میکرد خیلی کتکهایی میخورد شخصیتش هم اینطوری بود یا و شخصیت خوبی نداشت و رفتارهای خوبی هم نداشت و هدفش این بود که میخوام من قهرمان دنیا بشن و المپیک و خوشحال شد و بعد از این زمانی که شماره های کمی بهش میدادن معمولا شیش بهترینش و پنج و نه خوبه فقط کمتر می آورد و رفت شکایت کرد رفته پیش اون مسئولین و که نمره ها رو میدن و گفته که چرا هر دفعه که من اینجا چیز میکنم میرخسم اینجا پوینت کمی به من میدی من میدونم بهترینش هستم من میدونم این چرخایی که میپرن بهترینشو میتونم یعنی سه بار که هیچ کسی توی دنیا نمیتونست انجام بده سه بار چرخ میزد و میاد چرا چرا به من پوینت واقعی ندادین بلکه این مرد گفته که ببین زمانی که میخوایم تو رو بفرسیم المپیک تو نماینده آمریکا هستی و زندگی شخصی تو نمونه خوبی نیست ما میدونیم تو بهترین هستی به خاطر شخصیتت چون زمانی که برنده بشی همه میان میخوان اینترویو کنن با تو تو رو بلند کنن یهو نگاه میکنن که شخصیتی نداری خانواده درست نداری شوهرش هم همینطور کتبکاری و اینطوری چیزهایی بود به این خاطر زندگی خودش اصلا این هدفی که داشت از, از بین رفت خیلی جالب بود که با هم گفته جالبه که دو تو دنیا هم که میگن که ما نم تو نماینده آمریکا هستی به این خاطر نمیتونیم به تو این پوینت رو بدیم الان ما پادشاه پادشاه نماینده پادشاه پادشاه هستیم چطور باید در این قسمت ها این عطر معرفت عیسی مسیح رو بدیم که به وسیله روح رو انجام میده یادم هم هست همین تو با نفسین زمانی که رفتی بودیم چیز رفتی بودیم سالیم بعد از سالیم پنجشنبه بود برگشتیم که لباسش هم همین چیز کرده بودیم آماده کرد آماده بود که باعث می رفتیم از اونجا دیگه ور می داشتیم بعد از این همین تو با ماشین آمدیم روز پنجشنبه بود روز جمعه هم چیزش بود عروسی یعنی شنبه عروسی بود که پنجشنبه چیز بود عروسی عقد شتاندس هم بود بعد از این رفتیم اونجا و نسیم گفته پس برداریم گفتم نه نسیم برو اونجا حداقل یه بار بپوش گفته نه آخر احتیاج نیست که همه چی اوکی گفتم خب حداقل برو بپوش رفت اونجا پوشید دیده که اصلا اشتباه چیز کرده بودن عروسی لباسشو اصلا زیپش نمیره نمیره بالا شکایت کردیم گفتیم که گفتن یه ببخشید نمیدونم چه کار به در یک روز باید این کار رو انجام میدادم و الان تصور میکردیم گفتیم که اگه این کار رو نمی کردیم و روز عروسی روز شنبه تو این کلیسا همونجا عروسی گرفتیم میرفتیم بالا میخواست بپوشه و نمیتونست لباس عروسی به چه چی میگن شرمساری شرمساری شرم بود عروس بدون لباس <تصفح> فقط آخر گفتی نه باید یک بارم ببینیم که همه چی درسته یا نه منم هم همینطور میگم همین در مورد این قسمت که موعظه آماده میکن واقعا خداوند همه چی اوکیه در من یا فکری از خودم میکنم که نیستم متوجه هستین نه من فکر میکنم من میرم من روبوده میشم شاید فکر میکنید من آدم خوبی هستم واقعا یه زمانی بود چند سال پیش بود از خودم اینطوری فکر میکردم خوب خدمت میکنم کار میکنم کلیسا رو اداره کردم همه چی رو کردم بعد از این آخر خدا به من رو یه جایی رسوند که واقعا گفتم نه شک دارم اصلا چون خیلی چیزای هنوز در من وجود داره که هنوز ناپاکه یا فکرها یا رفتار یا خیلی چیزایی بودن به این خاطر خیلی مهمه خودمون امتحان کنیم و اینم دوباره میگم عزیزان نمیخوام فکر کنی من باید بلکه از امروز به بعد از اینجا از این کلیسا میخوایم بریم بیرون بگیم من میخوام خداوند من میخوام روح به تو اجازه میدم دخالت کن در زندگی من خود عیسی مسیح در لوقا باب 12 آیه 35 اینجا خود عیسی مسیح نه پولس نه پتروس بلکه خود عیسی مسیح در مورد بازگشت خودش هم صحبت میکنه باب 12 آیه 35 کمرهای خود را بسته چراغهای خود را افروخته و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد هر آینه به شما می گویم که کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی که گمان نمیبرید پسر انسان میآید آمین چه چه تعریف عالی هست که میگه که میبینی که زمانی که اینو میخونم میدونم تمرکزش واقعا عیسی مسیح اون داماد روی توست یا برای من هم همینطور این آیه هم که می این که مثل که خداست که شروع میکنه زمانی که قدم ها رو برداری خداست که میاد به شما کمک میکنه خداست که به ما میاد اینجا در همه قسمت هایی که ما چه چیزی احتیاج داریم به ما کمک میکنه اینجا میگه که خودش میبنده شروع میکنه به ما خدمت کردن اون خدای پر جلال شروع میکنه به من خدمت کردن چرا؟ چون قلب منو یا قلب شما رو میدونه و میخواهید و اونجاست به وسیله روح الان در این دنیا انجام میشه و یک روز هم همینطور هم در آسمون چه وعده, وعده ای که از دهن عیسی مسیح آمد نه از دهن پولس من یک یکم چیزم میکنم فرق میذارم خود عیسی مسیح خود خدا میگه که پس کمرای خودت رو بسته چراغ خود را افروخته بدارید مانند کسی باشی که انتظار آقای خود را میکشد یعنی مثل اون باید باشیم تک تک شما که اینجا نشستیم که افرادی باشن که همه میتونیم بگیم من منتظر اون پادشاه داماد خودم هستم این خاطر خودم رو نگه میدارم چراغدانهای خودم رو ده تا باکر رو داستانش رو میشناسین شنا می خوش به حال آن غلامی که آقای ایشان چون آید ایشان رو بیدار یابد یا, بد. یا دوباره عزیزان میخوام بگم ما این کارا رو میخوایم انجام بدیم قدم ها رو میخوایم انجام بدیم نه به خاطر اینکه محبت خدا رو به دست بیاریم بلکه چون محبوب خدا هستیم چون میدونم که عاشقانه عیسی مسیح منو دوست داره و این اصلا کلا یه افتخار بزرگی است با, با, این انگیزه من شروع میکنم جستجو کردن اجازه دادن خداوند در من کار کنه روزه گرفتن یا و برای وقت گذاشتن برای خدا وقت گذاشتن در کلام کلام خدا رو یک شنبه ها میشنویم و همینطور چهار شنبه ها یا پنج شنبه ها شروع کنیم به فکر کردن دعا کردن خودمون رو مقا... مقابل, خودمون رو مقابل کلام خدا چی میگن؟ قرار بدیم و اجازه بدیم این کلام در تو کار کنه کلام قدرت خلاقیت داره تو تنها نمیتونی عوض بشی خود خود خداست که شروع میکنه به وسیله رول کار کردن و به این خاطر جاهایی هست که عیسی مسیح میگه که در زمان آخر یا مسالی بود که مثلا که عیسی غلامای فرستاد گفته که عروسی جشن عروسی آماده هست و یه کسی آمد گفته من نمیدونم گاف خریدم نمیتونم بیام یه کسی من عروسی کردم نمیتونم مشغول زندگی خودشون بود و این در مورد مسیحی صحبت میکنه ما خیلی مشغول کارهای دیگه هستیم و اون زمانی که عیسی مسیح آمد اینجا میگه که و مثل یه دوست خواهد آمد اونجا اگه بیدار نباشیم دیگه از ما رد میشه و همه چیزی که الان هست ما به دست از دست خواهیم داد. در مکاشفه باب 19 آیه 8 اینجاست که در مورد آینده در مورد آینده ما صحبت میکنه اگر واقعا ما در این دنیا الان که ما هستیم از آن واقعا در زمان آدونت که هستیم که آماده،, آماده کردن خودمون هستیم برای ظهور عیسی مسیح فقط روی خودشون کار روی خودمون کار میکنه منظوری نیست که تا 24 روی رو خودمون کار کنیم بعد از این بس 25 دیگه راحت هستیم میتونیم دوباره بریم تو دو زندگی خودمون منظور اینه که این در سال 2022 هم ادامه خواهد داد یا فقط با شادی میریم جلو خداوند و با دلیری و با ایمان و میدونم محبوب خدا هستم و میدونم خدا به من کمک میکنه قدرت میده و همه چیزایی که احتیاج دارم و یک روزی زمانی که ما روی خودمون کار میکنیم تفتیش میکنیم و اجازه میدیم خودمون رو فروتن میکنیم اونجاست که یک روز امیدوار هستم همین ما باشیم که اینجا در موردش صحبت میکنه جامعه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه و روشن به او بخشیده شد تا بتن کند جامعه کتان نفیس مظهر اعمال نیک مقدسان است آنگاه فرشته به من گفت بنویس خوشا حال آنان که به زیافت عروسی آن بره دعوت می شوند و افسود اینها کلام راستین خدایند آمین خوشا خوشا حال آنان که به زیافت عروسی آن بره دعوت می شوند. خوش باله شما عزیزان خداوند کلیس های آلفا میگا و مگا ایماندارایی که اینجا به ما نگاه میکنن خوش شما که شما دعوت شدین اجازه بدیم این زمان هایی که ما هست این لباس کتان که جامعه کتان که نفیز چی؟ مظهر اعمال نیک مقدسین هست روش کار کنیم این خدا رو شکر میکنم که ما توی شریعت زندگی نمی کنیم. خدا رو شکر میکنم که واقعا خدا به ما روح خودش رو داده اوست که ما رو آماده میکنه اوس او بود که همینطورم هم استر رو که یکی از این هزار هزاران زنایی بود یک ملکه ای ساخت و همینطور هم خدا میخواد از تک تک ما بر حال ملکه هایی بیشتر میتونم بگم عروس مسیح بسازد به این کار روی القدسه به این خاطر الان در این زمانی هم که زندگی میکنیم زمان های سختی که ما زندگی میکنیم در این دنیا هم که نگ... میبینیم که چه وضع دنیا چه چقدر بد شده وقت اطمینان از بین رفته و الان ما فکر کردیم در ماه سپتامبر اکتبر فکر کردیم الان یواش یواش همه به اون چیز میرسه به اون آزادی میرسه دیدیم که همه چی دوباره قاطی شده الان دوباره با ماس نشستیم اینجا و وقت بد بدتر هم خواهد شد در این زمانی هستیم که مثل این که تمام دنیا آه میکشه درد میکشه خدا رو شکر که ما خدمت میدیا رو شروع کردیم که یواش شروع کنیم در این زمان ها بتونیم پیام انجیل رو بتونیم به کشور به, به، کشورمون ایران افغانستان و کشورهایی که این چیز رو امکان رو ندارن که کلام خدا رو بشنون چقدر عالی فکر, فکر, فکر،, فکر کنی یه کسی از که توی ایران اونجا نشسته ناامیدی یهو پیام رو میشنوه خدا میخواد از تو یک ملکه بزازه عیسی مسیح میخواد از تو یک نامزدی و و چه یک برای عروسی یا برای پادشاهی خدا چه امیدی اونجا قرار میگیره به شرطی که اونا ایمان بیارن و اونجا وظیفه ماست و این دنیا بعدها در حال درد و رنج کشیدنه و این تمام دنیا به وسیله گناه که اتفاق افتاده رنج و درد میکشه این آخرین آیه رو میخوایم با هم بخونیم که ببینیم که این دنیا تمام طبیعت که انسان خراب کرده به وسیله گناه خودخواهی این تمام این دنیا منتظر عروس خدا هستن دنبال این است که عروس خدا در این دنیا دیده بشه یعنی بعد از اینکه عیسی مسیح بیاد و بتونیم بتونه این دنیا رو نجات بده در باب رومیان باب 8 تا 18 تا 23 زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می باشد زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد ذهن می باشن و نه فقط این و نه این فقط بلکه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی یعنی خلاصی جسم خود آمین آمین با این آیه نشون میده که چه معمولیتی ما داریم پسران خدا منظور نیست که فرزندان خدا فرزند فرمی میکنه از پسران این خود ما هیچ موقع نمیگیم ایسای مسیح فرزند خداست ایسای مسیح پسر خداست پسر یعنی یک کسی هست که به شباهت خدا رسیده یا که خود ایسای مسیح خدا بود یه خدا پسر خودش رو داد پسر یعنی یه کسی هست که به بلوغ روحانی رسیده صفت های خدا عیسی مسیح در اون قرار گرفته و این دنیا میگه که این دنیا اینجا میگه که آه میکشه و انتظار خلقت منتظر ظهور پسر پسران خدا میباشد باشد پسران یعنی منظور دخترها هم میتونن پسر باشن یعنی به اون جایی برسن و یعنی ما یه قسمتی هم همینطور ماموریت ماعموریت بزرگی داریم که زمانی که ما هر چقدر کار میکنیم روی خودمون این یک روزی تاثیر خواهد گذاشت روی این دنیا و اینجا میگه که به ما هم, هم میگه که ما میگه که و نه این فقط بلکه ما نیست که نوبر روح رو یافته ایم درد میکشیم یا در انتظار پسران خدا یعنی خلاصی جسمو یعنی ما یک روز واقعا تبدیل بشیم همینطور عیسی مسیح با بدن خودش از مردگان قیام کرد بدن ابدی رو گرفت ما هم اینطور یک روزم اینطور این بدن ابدی رو به دست بیاریم چون ما در با روح و نفس و بدن نجات یافتیم آمین و با این میخوام موعظه تمام کنم و آخر دوباره میخوام تکرار کنم عزیزان این قدمایی که ور میخوایم می برین که خدا رو جستجو کنین خودتون رو تفتیش کنین خودتون آماده کنین بار برای خودتون نباشه این کار رو انجام بدین چون باور کنی که محبوب خدا هستین چون باور کنی روی خدا به شما داده شده که به شما کمک کنه برای این عروسی بزرگ آماده کنه آمین الان میخوایم وقت بذاریم برای عشا زمانی که ما اشار رو آماده می کنیم و اونجا هم دعا خواهم کرد بعد از این دوست دارم بریم توی پرستش و توی پرستش هم میخوام وقت بذاریم برای عشاء یعنی نمیخوام فقط بیاین اینجا فقط اشار رو زود بردارین بخوریم بلکه دوست دارم همین صورت‌هایی هایی که انتخاب کردم همینطور در حال پرستش هم هستی میتونید اینجا پرستش کنیم میتونید دعای خودتون بکنین من مطمئن هستم اگه واقعا با تمام قلب گوش کردین روی خدا اینجاست که الان دعای شما رو بشنوه تصمیم های خودتون رو بگیرین و اگر دور شدین از عیسی مسیح اگر کسانی هم که تو پشت تلویزیون هستن یا پشت چیز آیفون خودشون هستن برای خدا الان صدا میکنه این شیپور رو میشنوم شیپور این فرشته هست که میگه که الان که عروس آماده بشه یا yeah. هر جایی که قرار گرفتین شاید خیلی دور شدین از عیسی مسیح شاید بی تفاوت شدین امروز یه روزی هست که بتونی بگی خداوند واقعا من اصلا کلا دور شدم میخوام کمکم کن روح القدس دست منو بگیر برگردون در خانه پدر برگردون از من یه کسی بساز اگر احساس میکنین این پسر گم شده دختر گم شده هستین خدا تو رو صدا میکنه و خدا میخواد تمام گناه تو رو ببخشه این فرصت رو به شما بده که دوباره برگردین نه با ناله نه با درد و رنج بلکه با شادی برین حتی توبه بازگشتتون همینطور با شادی خداوند مرسی که بار منو میتونی ورداری لکه های زندگی منو میتونی ورداری خون تو کافیه خداوند با این دل بیاین و تو این دو هفته هم که تا واین مونده هفته آیندهم دوباره نسلی در موردشم صحبت خواهد کرد که شروع کنیم به برحال خود آموزی و همینطورم هم زمانی که پرستش هم میکنیم زمانی که میاین چیز جلوی میز خداوند واقعا این بدن مسیر رو ورمیداریم با ایمان خداوند به من قدرت میدی خداوند که بتونم این راه رو برم خون رو که برمیداری بگی خداوند مرسی که خونه تو قدرت داره گناه من رو پاک کنه تقدیس کنه آماده کنه آمین نسی میتونی بیایی